سرخط خبرها در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا. نخستین اقدام هند به ارسال یک محموله گندم از طریق بحر و بندر چابهار ایران به افغانستان. آغاز انتقال اموال از این طریق چه تأثیری بر اهمیت ترانزیتی پاکستان خواهد گذاشت؟ نشانه های از زوال قدرت مسعود بارزانی، رئیس اداره خودمختار کردستان در عراق. دلیل برکناری احتمالی او چه خواهد بود؟ و پاکستان میگوید به وزیر خارجه امریکا واضح ساخته که در صورت نقض حاکمیت ملی پاکستان، واشنگتن بی پاسخ نخواهد ماند. سلام، به بخش دری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز یکشنبه هفتم عقرب سال 1396 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در برنامه امروز افزون بر گزارش ها بخش معلومات صحی را نیز گنجانیده ایم که امید فراموش نکنید. هند امروز از راه بحر نخستین محموله گندمش را برای افغانستان ارسال داشت. کشتی حامل این محموله گندم که تحفه هند به افغانستان خوانده شده از بندر کندلای هند حرکت کرد و با دور زدن پاکستان به بندر چابهار ایران مواصلت خواهد کرد. گندم ارسال شده سپس ذریعه لاری ها به افغانستان انتقال خواهد یافت. سال گذشته کوریدور یا دهلیز هوایی مراودات تجارتی میان هند و افغانستان نیز گشایش یافت. اتصال هند و افغانستان از راه هوا و نیز از طریق بندر چابهار نیازمندی افغان ها برای ترانزیت پاکستان را کاهش می دهد. رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا نیز اخیراً در سفرش به هند مقامات آن کشور را تشویق کرد که نقش بیشتری در انکشاف افغانستان بازی کنند. از سوی دیگر شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان می گوید اسلام آباد به واشنگتن واضح ساخته که اگر حاکمیت ملی پاکستان تهدید و یا نقض گردد آن کشور به پاسخ متقابل خواهد پرداخت. آقای عباسی این نکته را دیشب در یک مصاحبه تلویزیونی ابراز داشت، اما واضح نساخت که پاسخ پاکستان در صورت نقض حاکمیت ملیش به امریکا مشخصا چه خواهد بود. صدر اعظم پاکستان همچنان در مغایرت با گفته های وزیر خارجه اش ادعا کرد که امریکا هیچ لست از 75 نفر تحت تعقیب را به آنان نسپرده است. تأثیر کلی سفر اخیر رکس تلرسن به پاکستان و هند را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه تغییرات مثبتی را در منطقه پدید آورده است؟ تبصره‌هایتان را در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا با ما شریک سازید و همکارم لحظات بعد آن را در همین برنامه با ذکر نامتان مرور خواهد کرد. در یک حمله گروهی طالبان در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز 13 تن کشته شدند. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد گفت این حمله صبح امروز بر پوسته دکان آدمخان صورت گرفت که در مسیر شاهراه موقعیت دارد و طالبان از این پوسته برخی وسایل نظامی را نیز با خود بردند. آقای امیری افزود که اکنون شاهراه بر روی ترافیک باز است و نیروهای امنیتی در ساحه مستقر شدند. یک حمله تندروان بر هتلی در شهر موگادیشو پایتخت سومالیا امروز خاتمه یافت و 26 کشته بر جا گذاشت. پلیس میگوید که محاصره حمله کنندگان و درگیریشان با نیروهای امنیتی حدود 12 ساعت به طول کشید. حمله دیروز ساعت 5 عصر به وقت محل نخست با انفجار یک موتر آغاز یافت و سپس و بعد از آن که مانعه دفاعی جلو هتل در اثر انفجار از بین رفت، افراد مسلح بر هتل هجوم بردند. یک سخنگوی نیروهای امنیتی سومالیا به خبرنگاران گفت که 5 مهاجم افراد گروه تندرو از شباب مرتبط به القاعده بودند که 2 تنشان کشته شدند و 3 تن دیگرشان زنده دستگیر شدند. خود گروه از شباب نیز مسئولیت این حمله را ادعا کرده است. یک نهاد ناظر رویدادهای سوریه میگوید که در نتیجه نبردهای سنگین میان اردوی سوریه و گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر دیر زور طی 24 ساعت حداقل 73 جنگجو کشته شدند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن،
اردوی سوریه کنترل بیشترین بخش شهر دیرالزور در شرق آن کشور را در اختیار داشته و پس از آن که یک حمله داعش به روز شنبه را عقب راند، پیشرفت‌های بیشتری را حاصل کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که در جنگ شدید دیروز حداقل 50 جنگجوی داعش و 23 سرباز و ملیشه طرفدار حکومت کشته شدند. همچنان گفته شده که جنگجویان داعش اکنون در یک ساحه میان شهر و رود فرات در محاصره قرار گرفتند. از سوی دیگر پس از آن که نیروهای امنیتی فلیپین شهر مراوی را از وجود تندروان مرتبط با داعش تصفیه کردند و رئیس جمهور فلیپین آن شهر را آزاد شده اعلان کرد، باشندگان فرار یافته از جنگ اکنون به خانه هایشان برمیگردند. اما ویرانی هایی که از آن نبرد به جا مانده آزمون تازه ای را برای عودت کنندگان به میان آورده است. بیش از 700 خانواده از روستای باساک ملوتلوت در حومه شهر مراوی که به تازگی از حضور داعش تخلیه شد به خانه هایشان بازگشت کردند. برخی از آنها شکایت از آن دارند که خانه هایشان مورد غارت قرار گرفته است. به نظر می رسد که کسی به خانه ما دست برده است. نمی دانیم و مطمئن نیستیم که چرا. شاید آنها سعی داشتند چیزی را پیدا کنند. ما سپاسگزاریم زیرا هنوز خانه و جای داریم که با آن برگردیم، حتی اگر به همه چیز آسیب رسیده باشد، زیرا در آینده می توان آن را ترمیم کرد و برای آن فرصت داریم. طبق گزارش رسانه های محلی، اردو ادعای آن را که برخی از سربازان آنها خانه ها را در جریان عملیات پاکسازی چور و چپاول کردند رد نموده است. وزارت امدادرسانی فلیپین در تلاش رسیدگی به عودت کنندگان است. چگونه به چند نفر از آنها نی بگوییم؟ زیرا همه آنها مستحق دریافت جعبه های مواد غذایی و سایر مواد امدادی نیستند. ساکنان حداقل 8 روستای دیگر دور از منطقه اصلی نبرد در مراوی قرار است از روز دوشنبه 30 ماه اکتبر الی چهارشنبه 1 ماه نوامبر به خانه های خود بازگردند. در طی نبرد 5 ماهه برای بازپسگیری مراوی از تصرف تندروان حامی داعش بیش از 1000 نفر جان خود را از دست دادند. این واقعه رئیس جمهور فلیپین را واداشت تا الی 31 ماه دسامبر حکومت را نظامی اعلام نماید. لیلا حبیب عزیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. پس از آن که حکومت مرکزی اسپانیا همه‌پرسی کاتالونیا برای استقلال منطقه را رد کرد و حکومت و پارلمان محلی آن را نیز منحل ساخت، اکنون احتمال تعقیب عدلی رهبران جدایی طلب آن منطقه به میان آمده است. محکمه قانون اساسی اسپانیا به تقاضای تارنوالان مرور مسئله همه‌پرسی در کاتالونیا را آغاز کرده تا روشن سازد که آن اقدام یک بغاوت شمرده شده می تواند یا خیر. از سوی دیگر مقامات بلژیم گفتند که پناهندگی سیاسی کارلس پوژدمون رهبر مخلوع کاتالونیا در بلژیم غیر واقع بینانه خواهد بود. بلژیم از معدود کشورهایی است که شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا می توانند در آن پناهندگی سیاسی بدهند. طبق یک خبر جداگانه قرار بود امروز در شهر بارسلونا مرکز کاتالونیا مظاهره ای به طرفداری تمامیت ارضی اسپانیا برگزار شود. از سوی دیگر قرار است پارلمان محلی منطقه کردستان عراق امروز جلسه ای را برای تقسیم قدرت مسعود بارزانی رهبر این منطقه را اندازی کند. یک مقام کردی گفته است که آقای بارزانی هم خواستار تمدید دوره ریاست جمهوریش فراتر از اول ماه نوامبر نیست. آقای بارزانی پس از همه‌پرسی ماه گذشته برای کسب استقلال از عراق برای استعفا از وظیفه‌اش با فشارها مواجه گشت. مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق روز شنبه پلانی را که قدرت و صلاحیت رهبر کردستان را دو تقسیم می کند طی نامه‌ای به پارلمان کردستان پیشکش کرد و قرار است امروز مورد بحث قرار گیرد. این خبر یک روز پس از آن به نشر رسید که نیروهای عراق و جنگجویان پیشمرگه کردی برای توقف جنگ در شمال عراق به توافق رسیدند. آقای بارزانی پس از همه پرسی ماه گذشته برای کسب استقلال از عراق تحت فشار قرار گرفت تا از وظیفه‌اش کنار رود.
برزانی طی سخنرانی گفت هدف از همه‌پرسی تغییر سرحد نبود. همه‌پرسی به منظور تغییر خط سرحدی نبود، چه در کرکوک و یا ساحات دیگر. این نکته باید برای همه واضح باشد. تنها مردم کرکوک حق تعیین سرنوشت خود را دارند، نه کسی دیگر. در عین زمان ما کسی را اجازه نمی‌دهیم تا مانع مردم کرکوک از حقشان برای تعیین سرنوشتشان گردد. تصمیم مردم کرکوک را احترام می‌کنیم و دیگران نیز باید احترام کنند. پس از آن ما مذاکرات را با تمام احزاب آغاز می‌کنیم تا به نتیجه‌ای برسیم که برای همه ما خوب باشد. آقای برزانی در اشاره به ادامه وضعیت کنونی هشدار داد و گفت که خواهان ختم خونریزی است. اگر اوضاع به همین شکل ادامه یابد، چیز بدی اتفاق می افتد. ما می خواهیم به خونریزی خاتمه دهیم. هیچ کس باید به خونریزی فکر نکند، اما ما شاید مجبور به این کار شویم. امید داشتیم که یک دولت دموکراتیک فدرال را تشکیل دهیم، اما ناکام شدیم. هفته قبل گوران یا جنبش تغییر، حزب عمده مخالف برزانی، خواهان استعفای وی و ایجاد حکومت نجات ملی گردید تا به بحرانات بین کردها و مقامات حکومت مرکزی رسیدگی صورت گیرد. گوران برزانی را مسئول فاجعه می داند که کردها بعد از دست دادن شهر غنی از نفت کرکوک با آن مواجه شدند. نیروهای عراق در انتقام گیری از همه‌پرسی برای استقلال که در ماه گذشته با وجود هشدارهای حکومت عراق و کشورهای همسایه ایران و ترکیه را اندازی شد، به حملات آغاز کرد که منجر به تلفات زیاد کردها گردید. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. وزیر خارجه کیوبا ادعاهای ایالات متحده را مبنی بر وقوع حملات مرموز صوتی بر دیپلماتان آمریکایی در هاوانا را تکذیب کرد. برونو رادریگویز وزیر خارجه کیوبا دیروز طی سفرش به واشنگتن دی سی گفت که ادعای وقوع حملات صوتی بر دیپلماتان کاملا نادرست و یک دستکاری سیاسی بوده که هدف آن به گفته او صدمه رسانیدن روابط دو جانبه میان ایالات متحده و کیوبا می باشد. رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته با آنکه مستقیما کیوبا را عامل این حملات نخواند، اما گفت که با باور او حکومت آن کشور مسئول می باشد. ایالات متحده همچنان صدور ویزاها در کیوبا را محدود ساخته است، اما وزیر خارجه کیوبا گفت که آن کشور صدور ویزای خود در ایالات متحده را تسهیل می بخشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که دستور داده است تا تمام دوسیه های مربوط به ترور جان اف کندی رئیس جمهور اسبق کشور را به نشر بسپارد. آقای ترامپ دیشب با نوشتن پیامی در توییترش گفت که پس از مشوره جدی با جان کلی رئیس دفترش و نیز با CIA و سایر اداره ها دستور داد که تمام دوسیه های مربوط قتل جان اف کندی علنی شوند. البته در این دوسیه ها نام ها و آدرس های اشخاصی که هنوز زنده اند افشا نخواهند شد. رئیس جمهور ترامپ به روز پنجشنبه نشر قسمتی از این اسناد را دستور داده بود. آقای ترامپ گفت که هدف نشر تمام اسناد قضیه ترور جان اف کندی پایان بخشیدن تمام نظریه پردازی های مبنی بر تئوری توطئه در آن مورد می باشد. منطقه کارائیب دستخوش یک طوفان تازه هاروی به نام فیلیپ بوده که بارش‌های شدیدی را در کیوبا باعث گردیده است. جزایر کوچک جنوب فلوریدا را نیز آماج قرار داده و صبح امروز به سمت جزایر باهاما پیش رفته است. طوفان فیلیپ بعد از ظهر دیروز در نزدیکی سواحل کیوبا شکل گرفت و سپس به گونه سری به حرکت افتاد. اداره ملی هواشناسی آمریکا پیش بینی کرده که در نتیجه این طوفان هاروی تا شام امروز یک شنبه ممکن در جنوب ایالت فلوریدا تا 6 اینچ باران ببارد. خرید و فروش انسانها در قرن 21 یک موضوع غیر معمول تلقی می گردد، اما وزارت خارجه ایالات متحده تخمین می کند که سالانه بین 600 تا 800 هزار نفر در امتداد مرزهای بین المللی قاچاق می شوند. به گفته این وزارت میلیون ها نفر دیگر در داخل کشورها به بردگی گرفته می شوند و قرار است یک تلاش بنیادی به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم درباره جنایت و قاچاق انسان در واشنگتن دی سی برگزار کرده. این گزارش جون سو خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می شنوید.
حدود 20 تصویر و کلمات عکاسی شده در مسیر جاده دوپان سرکل شهر واشنگتن دی سی به چشم می خورد. هر کدام این تصاویر و جملات مردها، زنان و کودکانی که به عنوان برده های جنسی و برده های کارگر به نمایش گذاشته شده، بینندگان را به آزمون می کشد تا درباره آن روزهای دشوار و مایوس کننده قربانیان قاچاق بیندیشند. ببخشید، تلاش می کنم تا گریه نکنم. بسیار هیجان برانگیز، متاثر کننده و واقعی اند. بسیار خوشحال هستم که ایستادم و اینها را می بینم. امیدوارم چند دانه بیشتر آن را با خود بگیرم تا بتوانم یک تغییر ایجاد کنم. حتی اگر آن تغییر با استفاده از تجربه، گفته ها و چیزی باشد که افراد دیگر را شاید اذیت کند. یک احساس به من دست داده است با آن این که آگاه شدم. قبلا نیز از این مشکل آگاه بودم، اما وقتی همچون مسائل را با چشم خود میبینم تأثیر متفاوت ایجاد میکند. واضحا از برخی از این قاچاق شدگان سوء استفاده صورت میگیرد تا محصولات ارزان تر به دست آید. کی چرنش، برنده جایزه یکاسی، این مجموعه هنری کارهای هنری برای آزادی را با استفاده از تصاویر انسانهای قاچاق شده که خودش عکاسی کرده به نمایش گذاشته است. این تصاویر نخست در بخش قاچاق انسان از طریق یک ماموریتی که برای وزارت خارجه ایالات متحده داشتم در سال 2005 به نمایش گذاشته شده بود. من به هنگ کنگ، ماکائو، تایلند، هند و ایتالیا اعزام شده بودم تا از تمام انواع قاچاق انسان در آن زمان تصویر برداری کنم. سایر هنرمندان نیز با استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌هایشان در کمپاین مبارزه با قاچاق انسان سهیم شدند که در آن رقص نیز شامل بود تا گزار قربانیان قاچاق انسان را از ضربات روانی به سطح بهبودی و احیای مجدد به نمایش بگذارند. فکر می کنم از طریق همدلی می توان یک تأثیر بزرگتری را بر قربانیان گذاشت. تلاش می کنم با استفاده از پارچه های رقص این کار را انجام دهم. تلاش می کنیم یک فضای همدلی را از سرگذشت افراد ایجاد کنیم و فکر می کنم از آن طریق می توان حتی بیشتر از خواندن حقایق خشک بر مردم تأثیر گذاشت. این نمایش تصاویر در بسیاری شهرهای کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته شده است. نمایش شهر واشنگتن دی سی که هدف آن آگاهی مردم از قاچاق انسان عنوان شده است، همچنان نمایانگر هنر کودکان کارگر مهاجر بوده و در آن دستمال‌های دوخته شده توسط نجات یافتگان قاچاق انسان نیز به چشم می‌خورد. قدیر مشرف، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. سلکی پن، یک ورزشکار پیشین اکروبات، در وبسایت خود نوشته است: شما نسبت به آنچه انتظار دارید نیرومندتر هستید. در واقع خودش چنین بود. سلکی سالهای طولانی به عنوان یک اکروبات حرفه‌ای کار کرد تا اینکه در سال 2007 به دلیل از کار افتادن پای چپش از حرفه‌اش باز ماند. اکنون وی به وسیله یک آلی ترکیبی کم وزن چانس راه رفتن را دوباره دریافت کرده است. این سلیکی پان است که برای بیش از یک دهه در بهترین سطح کارش قرار داشت. بدن وی به عنوان ورزشکار مسلکی به یک اثر هنری مبدل شده بود و این وضعیت فعلیش است. پس از 10 سال استفاده از بایسکل عراوه‌دار دوباره روی پاهایش ایستاده است. نخستین بار که توانستم با این آله ایستاده شدم بسیار احساساتی شدم. این حالتم چنین بود مثل که خواب می دیدم. برایم غیر قابل باور بود که حرکت کنم و قدم مانده می توانم و با این جنبش برایم واقعا یک حالت شگفت‌انگیز رخ داد. این آله به نام اسکیت توینز یاد شده که حال او با کمک این دستگاه حرکت می کند. وزن این دستگاه صرف 14 کیلوگرم است. این دستگاه از دو پرزه ساخته شده. نخست یک آله است که مثل استخوان یک پای عادی فعالیت می کند. در آن محرک های برقی هم وجود دارد. این محرک ها مانند عضلات کار می کنند و همه با هم طوری عمل می کند که شما پایتان را حرکت می دهید. این آله دارای سرعت مختلف بوده و مسیر را تغییر داده می تواند و حتی می تواند بزینه بالا شود. این کار ذریعه یک دکمه که در آن نصب است انجام داده می شود. طراحان می گویند همیشه هدف آنان این بود که یک وسیله بسازند تا در راه رفتن زندگی روزمره کار بدهد. ما به همین منظور کوشش داریم. گفتم میتونم که میخواییم این آله را ارزانتر و سبکتر بسازیم و تلاش میبرزیم که این نوع آله بخش از زندگی روزمره شد.
اکنون محققین در انکشاف این آله تلاش دارند و انتظار می رود آله پن حتی کار بیشتر را انجام دهد. این آله در یک نمایش ربات‌ها در دبی در اواخر همین ماه معرفی می شود. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. موضوع بحث امروز ما با دکتر مهمان در برنامه نیز اختصاص یافته به دردها و التهابات مفاصل، عوامل آن و شیوه های تداوی و علاج آن. امروز دکتر مهرداد معصومی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و مهار کردن دردهای مزمن که در استودیوی مرکزی مهمان ما هستند، دعوت از ایشان به عمل آوردیم. خب دکتر صاحب سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه ما. بیاین اول از این آغاز بکنیم که التهاب مفاصل به صورت عموم به چند نوع می باشه و چی باعث از التهاب میشه؟ ببینید، التهاب مفاصل در هر سنی ممکنه رخ بدهد. معمولا اگر که در سن جوانی باشد به علت عوامل شیمیایی هست در داخل بدن به نام پادتن راه میفته و مفاصل رو ملتهب میکنه. ولیکن با گذشت زمان در افراد مسن به علت فرسایش و سایدگی مفاصل دیگه قذروف و اون جلد سینوویل خودشون از دست میدهن و ملتهب میشوند. و التهاب مفاصل ضمناً بستگی به نوع فعالیت انسان و ژنتیک هر انسان هم دارد. بله، شما از آنتیژن ها یاد کردین اگه اشتباه نکردم. بله، آنتیبادیز و آنتیژن. آنتیبادی هایی که داخل وجود میشه و باعث التهاب میشه معمولا مربوط به موسم است، مربوط به مسائل محیطی است، مربوط به چی میشه؟ چرا؟ به خیلی چیزها، به خیلی چیزها. همونجوری که اشاره فرمودید، هم موسم یا فصل هستش، برای اینکه موادی که در محیط طبیعت هستن اینها موجب تحریک فعالیت سلول هایی میشن که این پادتن ها رو به وجود می آورن. بله. یا ممکن است مربوط باشد به بیماری های دیگری که شما دارید یا مواد شیمیایی که به آنها شما آشنا شدید یا به آنها مواجه شده اید. برای این عللش مختلفه، ولی که این موجب می شود که گلوبول های بدن انتیبادی تهیه کنند و این انتیبادی ها روی انساج نرم بدن تاثیر منفی داره. یک مسئله دیگر راجع به عوامل محیطی، معمولا در بین مردم به شکل عامیانه یک پندار وجود داره که گویا رطوبت، نم باعث میشه که روماتیزم نزد انسان به وجود بیاید. چه ارتباط بین رطوبت و مرض روماتیزم وجود داره؟ ارتباط مستقیم وجود ندارد. محیط زیست به علت نم و رطوبت ممکنه تغییر عمده‌ای بکنه در نوع انگل، نوع باکتری و نوع موادی که رویش پیدا میکنن در گیاه‌های مختلف، ولی خود رطوبت الزاماً با این رابطه مستقیم نداره. یعنی رطوبت باعث میشه که محیط برای رشد بعضی انتیبادی ها مساعد شد، بعضی موادی که منجر به پیدایش انتیبادی میشه. پیدایش انتیبادی ها. خب بسیار خب، یک مسئله دیگه، افرادی که سال خورده میشن پیشنهاد یاد کردین، بله، درد مفاصل نزدشان به وجود میایه، چگونه میتونن که درد را مهار بسازن، حداقل تسکین بتن؟ آیا کدام روش هم وجود داره برای تسکین دردشان بدون گرفتن دوا؟ بله، ببینید، در تسکین درد اولین پرنسیپ، اولین مثال و اصل این است که خورده خورده به جلو بروید. یعنی کارهای خیلی مشکل رو اول انجام ندید، کارهای آسونی، درمانهای آسون. درمان آسون در ترمیم درد یا مهار درد، یکی داروهایی هستش که تا حدی با گردشی که در خون دارن و در انساج التهاب رو کم میکنن. در مرحله بعد جایگزین کردن مایعات داخل مفصلی خیلی موثره. در مرحله بعد کمک کردن و ارسال کمک به انساج بدن در جهت ترمیم خودشون. یک چیز دیگه، در افغانستان بیشتر معمول است که میگه پیچکاری دادن، یه زرق میکنه استروئیدها را در داخل مفصل، خصوصا مفصل زانو. درسته. ای گرفتن این نوع تزریقات به صورت مداوم نقص نداره، زیان نداره؟ بستگی به نوع تزریق داره. ببین، خود تزریق فقط عامل دلیوری، عامل به صورت دریافت یا عامل رساندن مایع هست به اون مفصل. ماده داخل تزریق است که معین میکنه که آیا مفصل ممکنه معالن اشکال بیشتری پیدا کنه یا خیر. اگر شما ماده ای که به مفصل میدهید ماده جایگزین کننده باشه، یعنی ژل نوع مفصلی باشه، این بسیار بسیار مفید است. اسیدی است به نام اسید هیالورونیک که این مفصل رو به صورت جایگزین میده. و اگر فرض بفرمایید پلاکت خون باشه که موجب افزایش رشد غشای داخل مفصل بشه، این خوب است، این مثبته. ولی اگر ماده ضد التهابی مثل کورتیکوستروئید و کورتیزون باشه، این از یک حدی که بیشتر شما مصرف کنید ممکنه بیشتر موجب پوکی و خرابی مفصل بشه. برای این بستگی به نوع داره، بستگی به زمان و تناوب و فاصله بین زمان داره، چون خود بدن هم در حال فرسایش و هم در حال جایگزین کردن انساج. تشکر از شما دکتر، بسیار معلومات ارزنده و جالب را ارائه کردید. خیلی ممنون.
با آنکه آب 3/4 کره زمین را آفتاب میکند ولی نمیتوان آب اقیانوس و یا دریاها را نوشید. آب آشامیدنی که در سیستم آبرسانی شهرها وجود دارد نیز بعد از تصفیه کامل برای نوشیدن آماده میشود. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا در مورد پایگاه تصفیه آب در واشنگتن گزارش تهیه کرده که توجه شما را به آن مبذول می‌داریم. این آب باید درست پاک شود بعد به نل دستشویی می‌رسد. شما اگر آب را برای جمعیت 3000 یا 3 میلیون تصفیه می‌کنید هر دو همچو پروسه را طی می‌کنند. این پروسه را تصفیه آب سنتی می‌گویند و آب دریاها را بعد از تصفیه مواد کیمیایی آن به آب آشامیدنی معصوم تصفیه می‌کنند. اما وقتی که با آن مواد شکننده جامدات اضافه می شود، تمام کثافات و باکتری ها از آب تصفیه می شوند. قدم مهم دیگر این است که اگر به طور موقتی برگردند. ما زمانی که مواد شکننده را اضافه می کنیم، آب را کثیف تر می سازد. ما این کلوله ها را که می بینیم، هم باید بنشینند. رسوباتی که در تهی آب باقی می ماند قابل نوشیدن نیستند، بلکه در دستشویی می روند. قدم کلیدی آن به دست آوردن آب پاک دریاهاست. این جزء پروسه است که مواد جامد آب دریا را از برگشت به دریا نگه می‌دارد و از آن استفاده بهتر صورت می‌گیرد. اسم تکنیکی آن فیلتر دوگانه است، به این معنی که در یک فیلتر، فیلتر دومی جابجا شده است و با گذشتن آب از آن ریگ و سنگ جدا می‌شود. در صورتی که شما تعجب کنید که فیلترها چطور پاک می‌شوند، دوباره شستشو می‌شوند. در قدم بعدی هم فیلترها با مواد زنده میکروب پاک میشن و به آن کلورین اضافه شده و بعد از امتحان در لابراتوار در برابر وضعیت بد هوا مورد استفاده قرار میگیرد. اگر شما آب باران جمع شده را دیده باشید و در آن کثافات و زباله ها را نیز مشاهده کرده باشید، بعد به دریا میریزید و وقتی به پایگاه تصفیه آب میرسد، ما به آن مواد میاندازیم تا پاک شود. انجینرها در پایگاه تصفیه آب میگویند تکنولوژی اصلی برای پاک کردن آب و مصون بودن آب در مقایسه با سایر مواقع در تاریخ کمک به سزای نموده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. اینترنت امروز 48 ساله شد. به تاریخ 29 ماه اکتبر سال 1969 میلادی برای نخستین بار دو کامپیوتر از راه دور با هم وصل گردیدند و به این گونه اینترنت به دنیا آمد. در طول چند دهه گذشته اینترنت جهان را دگرگون ساخت و سال 2005 بدین سو 29 اکتبر هر سال به مثابه روز بین المللی اینترنت تجلیل می‌گردد. در افغانستان مقامات می‌گویند که حدود 8.5 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند. نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان به صدای آمریکا گفت که آن وزارت تصمیم دارد الا سال 2021 میلادی 50% خدمات اینترنتی را در سراسر افغانستان عرضه کند. و در این بخش برنامه می‌پردازیم به نظریات بیننده‌های ما در صفحه فیسبوک صدای آمریکا که برنامه را به طور زنده تماشا کردند. همکارم ژیلا نوری نظریات شما را مرور کرده و فعلا در استودیو با ما. ژیلا جان سلام. خب دوستان چه پاسخ نوشتن خصوصا به سوالی که مطرح شد؟ خواجه سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز و دوستان ما که در یوتیوب و فیسبوک صدای آمریکا به طور زنده برنامه را تماشا می‌کنند سلام. در پاسخ به پرسش برنامه امروز در مورد تاثیر و نتایج سفر اخیر ریکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا به هند و پاکستان، یکی از بیننده‌های ما به نام حاجی خلیل چنین نظر داده: هر قدر هند با افغانستان دوستی بیشتر نشان دهد، پاکستان به همان اندازه حساسیت نشان می‌دهد و وضع افغانستان نیز بدتر شده و باعث بی‌امنیتی می‌گردد. در میان پست صفحه فیسبوک ما گزارش در مورد دیدار رئیس جمهور غنی با اعضای تیم لیگ برتر فوتبال و تقدیر از کار آنها در فیسبوک صدای آمریکا به حدود 110,000 رسیده و ده‌ها بار شریک شده. و از علاقه‌مندان صفحه تبصره‌های مختلف در مورد ورزش و تشویق جوانان دریافت کردیم که می‌توانید در صفحه فیسبوک را دنبال کنید. در میان سایر مباحث رسانه‌های اجتماعی امروز هشتگ اوباما در صفحات مختلف دیده می‌شد و رئیس جمهور پیشین آمریکا اوباما از طرف یکی از محاکم ایالت ایلینوی برای انجام خدمات مدنی شهروندی آمریکایی عضو هیئت منصفه به محکمه اظهار شده. آمریکایی‌ها از این تصمیم استقبال کردند و رئیس جمهور پیشین نیز اعلام نموده که به محکمه عذر خواهد یافت. و در توییتر حساب راجر استون نویسنده و فعال سیاسی طرفدار رئیس جمهور ترامپ بخاطر عملات لفظی بر خبرنگاران علاقمندان شخصیت بسته شده و علاقمندان شخصیت سیاسی در فیسبوک و توییتر از بسته شدن حساب از او اعتراض کردن و او را تخطی از حق آزادی بیان خواندند. این بود مرور کوتاه بر برخی از موضوعات جالب رسانه اجتماعی امروز و برای دنبال کردن اخبار و گزارش خبری ما با توییتر صدای آمریکا میتونید رجوع کنید وی او ای دری افغان. با امید از اینکه باز هم بیننده برنامه ما در فیسبوک و یوتیوب صدای آمریکا باشید. با پایان بخش دری تلویزیون آشنا صدای آمریکا رسیدیم. در نیم ساعت بعدی همکارم سید سلمان آشنا با تازه‌ترین ها در بخش پشتو میزبانتان خواهد بود. خدا نگهدار.
تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. با طول و چارو که در امریکا غک در ارزختون و غروالی ارائه اخبار مؤثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بی ساره لسلسه لدی. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی.